کابل مرکز و پایتخت کشور ما شما محسوب میشه. بعد از آنی که تیمورشاه دورانی در اواخر قرن 18 پایتخت را از قندهار به کابل منتقل کرد، به عنوان مرکز اداری و مرکز فرهنگی و اصلا مرکز مهم کشور به نام افغانستان کابل شناخته میشه و تمام نهادهای آموزشی، تعلیمی، نهادهای فرهنگی و دیگر نهادهایی که میتونه کارساز باشه در کابل حضور موجودیت داره. ما هم یکی از دلایلی که آمدیم در کابل، ما اصلا از کابل نیست، ما از مردم قندهار هستیم، منتها یکی از دلایلی که ما به کابل آمدیم و در اینجا زندگی را اختیار کردیم و ماندیم، دلیلش اینی است که ما در اینجا فرصت های بیشتری برای ای که ما بتانیم او چیزی را که آموخته بودیم، او چیزی را که یاد گرفته بودیم ای را منتقل کنیم، در اینجا ای فرصت ها بیشتر مساعد بود. ما زمانی که تحصیلات عالی من در سطح دکتری تاریخ یا پی‌اچ‌دی در رشته تاریخ به دست آوردیم و زمانی بود که افغانستان بعد از تحولاتی که پیش آمد مساعد شده بود برای که ما این چیزی را که آموخته بودیم منتقل میکردیم و این زمینه در کابل بیشتر فراهم بود، هم به لحاظ تاسیس نهادهای آموزشی و تعلیمی سطح عالی دانشگاهی که در اینجا زمینه بسیار مساعد بود و هم از لحاظ تحقیق و پژوهش و هر دو کار ما در کابل میتونستیم انجام بدیم و الحمدلله انجام دادیم. کتابایی که نوشتیم در کابل زمینه چاپ یافتن و فعلا مطرح هستن، به خصوص یکی از کتابای ما فشرده تاریخ افغانستان که من نوشتم و چاپ دهم رسید و همچنین کتابای دیگر و تدریسی که در اینجا زمینش مساعد است شاید در دیگر ولایت مساعد نباشه. ما یکی از دلایل نمیست، چیزی که ما را به اصطلاح انرژی میبخشه، قوت میبخشه است که ما مطمئن هستیم به اینکه چیزی را که ما یاد گرفتیم در اینجا زمینه برای که منتقل شه وجود داره. ما در سطح پوانتون آوان تدریس میکنیم، بسیار استقبال میشه و در اکادمی علوم فعلا مشغول تحقیق هستیم و این زمینه است که در کابل برای من مهیا شده. یک چیز را به شما بگم که علم ارزشش ذاتی است، کسی که علم یاد میگیره در هر جا که باشه علم امرایش هست، مثل دیگه چیزا نیست. مثلا بعضی امور است که ارزشش ذاتی نیست، مثلا یک کسی صاحب چوکی میگه مقام میشه، این چوکی مقام جز ذاتش نمیشه، زمانی که او چوکی نبودی هم نیست، ولی یک خوبایی که علم داره این نیست که جز ذات دانشمند و عالم میشه. الان ما زیاد ادعا ندارم، منتها مطمئن هستم در هر جایی که میبودم این نظمی چیزی که ما مختهیم و چیزی که در چنته موجود داره شاید دیگران میتونستن استفاده کنه. مشکلی که در کابل وجود داره نبود فرهنگ شهری است. الان دلایل ممکنه پشت قضیه باشه که در اینجا مردم هنوز با او خصوصیات و ویژگی‌هایی که در یک شهر وجود داره هنوز آشنا نیستن. این شاید دلیلشی باشه که جنگ‌های ممتده که در اینجا وجود داشته یا مهاجرت‌هایی که معمولا از قریه‌جات و روستاها به شهر انجام شده یا مهاجرت‌هایی که از جای دیگه انجام شده، اینا کلش باعث شده که فرهنگ شهری در کابل آسیب ببینه و این باعث شده که نه تنها در زمینه نظافت و بهداشت و پاکی بلکه در سایر زمینه ها و نزاکت ها این مشکلات وجود داره. مثلا شما بسیار جالب است که در کابل مثلا بس شهری وجود نداره، اصلا شما بسیار در قرن 21 از عجایب است که در کابل شما یک لینی نداره که مثلا بس شهری منظم باشه استفاده شه، یا مثلا خدمات دیگه شهری که در یک شهر باید لازم باشه مثل داشتن برق 24 ساعته وجود نداره. می الان ما با شما صحبت میکنیم ما برق نداریم، اون صدای جنراتور دیگه چیزا با گوش میرسه و خدمات دیگه. خب با همه این احوال باید امیدوار بود، باید زحمت کشید و این نواقص را برطرف کرد، بخصوص وظیفه کسایی مثل ما که تدریس میکنیم یا کسایی که در عرصه فرهنگ کار میکنه است که فرهنگ شهری را، شهرنشینی را در اینجا به معاصرین و به دیگران یاد بده. پیام دوستی، پیام محبت، پیامی که ما و شما میراثدار یک دوره بسیار بدی از تاریخ بودیم، حالا اگه بخواهیم که آینده خوبی برای نسلهای آینده ما رقم بزنیم باید از همین حالا کمر خود را محکم ببندیم.
هر کسی در هر زمینه که تخصص داره باید از متخصص خود برای آبادانی، برای بهسازی، برای اینکه یک تحول رخ بده استفاده کنه. تشکر.